فلق العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه و آله. با سلام و درود خدمت شما عزیزان و محترمان، تبریک بسیار ویژه دارم خدمت شما عزیزان، میلاد با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قطب عالم امکان و سید و سرور و سالار عالمیان، و همچنان میلاد با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام، امام ششم ما و رئیس مکتب تشیع، را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که خداوند مهربان و برکت این میلاد با سعادت و این ایام خجسته انشاءالله به زودی زود چشم ما را به ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف روشن بگردانه و کام ما را شیرین بگردانه. عزیزان و محترمان، شما بیننده برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید و همچون دیگر روزهای شنبه ما در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر خاوری بزرگوار هستیم. سلام علیکم خانم دکتر خاوری، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم برنامه روشنا، و همینطور عرض تبریک دارم به مناسبت ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد امام صادق علیه السلام، و امید ای داریم که بیشتر از گذشته مورد لطف رسول خدا و ائمه اهل بیت قرار بگیریم ان شاء الله. بسیار تشکر از شما خانم دکتر خاوری بزرگوار. بینندگان محترم ما، همطور که شما عزیزان هم برنامه خودتان را دنبال میکنید، قطعا میدونید که در روزهای شنبه موضوعی که با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر خاوری صحبت میکنیم، مسئله بخشش و بخشندگی است، و از زوایای مختلف در چند جلسه اخیر این مسئله را کارشناس محترم برای از شما توضیح دادن. انشاءالله در این جلسه سوال و پرسش اصلی که مطرح میکنیم است که موانع بخشندگی چی میتونه باشه خانم دکتر خاوری، چون قطعا ما و شما به عنوان انسانهایی که هم در مصادر دینی ما بسیار دیده ایم و شنیده ایم از اهمیت بخشندگی، بر ما پوشیده نیست و هم از منظر اجتماعی میدانیم که یک مسئله بسیار مهم هست بخشندگی، یا همطور که دوستان که در خارج رفتن دونیت میگن، هر اتفاق میفته سعی میکنن به همدیگه کمک کنن و سخامندی از خودشان نشان بدن، دست همدیگر را بگیرن. این ما میدونیم که انسان چه مسلمان باشه چه مسلمان نباشه، به این مسئله که دست یک نفر نیازمند را که در اون لحظه نیاز به کمک ما داره بگیریم، بسیار امر پسندیده است. اما خود چی میشه، چه اموری باعث میشه که ما به عنوان یک فرد در نهاد از ما این امور مانع شوند برای که من بتانم که این بخشش و بخشندگی را داشته باشم؟ کاملا مقدمه بجا و درستی فرمودید. ما انسان ها خب از صفات پسندیده مثل بخشش، مثل عدالت، مثل راستگویی، خب بسیار این صفت ها را خوش داریم و می خواهیم که خب در ما باشه و یا در فرزندان خودمان، اولادای خودمان این صفت ها را داشته باشیم. بله. ولی وقتی که در این دنیا وقتی زندگی میکنیم در این دنیای مادی، یک سری موانعی وجود داره که به سر راه ما قرار میگیره و نمیگذاره که این صفتهای خوب در ما به وجود بیایه. یکی از این موانع که در بحث بخشندگی و بخشش مورد نظر هست و بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود، صفتی داریم که طرف مقابل بخشش و بخشندگی است به نام بخل، که به عبارت بسیار عامیانش میگیم که شخص خسیس است، یعنی بخل دارد و بخیل است، کاملا در کلمات خودمان و محاوره به کار میبریم. بخیل بودن، اول باید بگیم معنایش چیست، به چه معناست. بخیل بودن یک حالتی است، یک احساس است که شخص در درونش وجود داره که این حالت موجب میشه که شخص این حالت بخشش نداشته باشه، یا به عبارتی
میگن که مانع میشه از اینکه شخص اموال خودش رو به دیگران بده. یک حالت روحی است دیگه، یک کاملا ویژگی روانی است. یک ویژگی روانی است و درونی است که این حالت به ویژگی درونی یک بروز ظاهری و عملی داره که ما میتونیم این بروز ظاهری و عملی را ببینیم و که منشأش هم حس و حالت درونی است. بله. در رابطه با بخیل بودن کاملا جایگاهش بین ما مسلمان ها و آموزه های ما کاملا مشخصه. بله. شخص بخیل دوست نداریم، کاملا مشخصه، یا دوست نداریم که باش همنشینی داشته باشیم. و در روایات ما هم و همینطور آیات قرآن هم در مورد ای که صفت بخل و بخیل بودن یک صفت ناپسند است که باید انسان از این صفت دوری کنه بسیار داریم، مطالب بسیاری آمده. به عنوان نمونه در قرآن سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم فکر میکنم آیه 38 در اینجا خداوند متعال میفرماید که شما مردمی هستید که برای انفاق کردن در راه خدا فراخوانده شدید و اگر بیایید بخل بکنید، حال باز اثرات این بخل هم گفته میشه که شما در واقع به خودتان بدی کردید با بخل. در واقع مانع، فکر نکنید که با بخل کردن مانع دیگران میشید، مانع یک خیرها و خوبیهای برای خودتان میشید. بنابراین ما در روایات متعدد داریم و خب در حالت عادی هم داریم که ما انسان ها دوست داریم با افرادی نشست و برخاست داشته باشیم، با افراد مصاحبت داشته باشیم و همنشینی داشته باشیم که افرادی خسیس و بخیل نباشن. یک کلمه دیگه و یک واژه دیگه در روایت های ما وجود داره به نام، در کنار شخص بخیل، شخص شحیح گفته میشه که امام صادق علیه السلام این شحیح را معنا میکنن برای ما. میفرماید شخص شحیح بدتر از شخص بخیل است. چرا؟ چون شخص بخیل اموال خودش دوست نداره که به دیگران بده، ولی شخص شحیح شخصیه که علاوه بر اینکه نسبت به داشته های خودش بخیل هست و دوست نداره به دیگران بده، چشمش هم به داشته های دیگران هم هست. بنابراین این واژه هم در کنار واژه مثل بخل در روایات وجود داره که اینها هر دو صفت های ناپسند هستند که در مقابل بخشندگی و بخشش قرار داره. و وقتی که خانم دکتر ما فکر کنیم، همونطور که شما فرمودید در آیه کریمه آمده که اولین تاثیر منفی برای خود فرد است، و همونطور که شما فرمودید افراد دوست نمی دارند که با یک فرد بخیل رابطه داشته باشند، و اولین اثرش هم است که روابط اجتماعی فرد ممکنه محدود شود و آثار و منافعی که قطعا از روابط اجتماعی گسترده ممکنه یک نفر به دستش بیایه، ای آثار و ای منافع را از دست میده. و بعد در قدم بعدی هم چیزی که شما در برنامه قبلی فرمودید که سخاوتمندی بنابر وعده خداوند مهربان، کسی که سخی باشه چندین برابرش را پس میگیره از خداوند مهربان، دیگه از ای آثار هم محروم میشه ای فرد. پس اگر ای آثار را در نظر بگیریم برای صفت بخل که در آیات و روایات هم بسیار تاکید شده برای که انسان نباید بخیل باشه، قطعا ما در دل خودمون باید امیر محکم بگیریم که اگر خدای نکرده چنین صفت را داریم، سعی کنیم که کمتر کنیم همین صفت در خودمون. کاملا درست است. بنابراین صفت بخل مشخص شد برای ما که جایگاهش در بین ما مسلمان ها و در بین آموزه های دینی ما چیست؟ ما به عنوان نمونه یک روایت را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنم که بسیار جالبه که حضرت قسم میخورن، قسم به خداوندی که جان ما در دست اوست. در مؤمن این دو تا صفت وجود نداره. او دو صفت کدام صفته؟ یکی بد اخلاقی و یکی بخل. پس دو صفت برای مؤمن نباید باشه. مؤمن بخیل نیست، مؤمن بد اخلاق نیست. و حضرت علی علیه السلام هم می فرمایند که بخیل بودن
جامعه همه بدی هاست، جامعه همه بدی ها. یعنی اگر همه بدی ها را جمع بکنیم، ما میتونیم او را در بخل ببینیم. شاید به خاطری باشه که بخل زمینه و منشأ خیلی از بدی هاست. بله. اگر در شخص صفت بخل و بخیلی وجود داشته باشه، خب صفت های بد دیگه هم در کنارش به وجود می آید. خب به عنوان نمونه، یکی از صفت ها و یکی آثاری که بخیل بودن شخص داره شاید همین رباخاری باشه، بله. که بسیار باز در آموزه های ما کار بسیار ناپسند و قبیح شمرده شده. یا دیگه صفات، مثلا یک نفر که بخیل باشه، اگر یک نفر دیگه ازش یک چیزی طلب کنه، خب ممکنه که به دروغ کشیده شود، بگه من کاملا ندارم، درسته، که میگن دروغ ام الکبائر است دیگه. کاملا درست است، ممکن منجر به دروغگویی هم بشه. اما بعد از اینکه این جایگاه مشخص شد، ما میخوایم با توجه به فرمایشات شما اثرات بخل را بدانیم. بله. چون ما بعضی وقتا فکر میکنیم خب این بخل اگر در ما وجود داشته باشه، خب چون با اثرات او آشنا نیستیم، خب این صفت رو داریم و به دنبال این نیستیم که این صفت رو از خود ما دور کنیم. ولی بعضی مواقع وقتی که نگاه ما نسبت به اثرات واضح باشه، ببینیم چه اثرات بدی را این صفت از خودش به جای میگذاره، خب در ما یک انگیزه بیشتری به وجود میایه که این صفت را از خود ما دور کنیم. بله. یکی از این اثرات را گفتیم، یکی ما خودمان را محدود میکنیم، بله. محدود کردن خودمان، همینطور که در آیه شریفه هم آمد که شما با بخل ورزیدن در واقع فکر نکنید که به دیگران سخت میگیرید و دیگران را محدود میکنید، در واقع دارید چیکار میکنید؟ خودتان را محدود میکنید و خودتان را از یک سری لطف ها محروم میکنید. شخص بخیل فکر میکنه که با ندادن اموال خودش به دیگران، دیگران را محروم کرده از اموال خودش. ولی بخشندگی در واقع به این صورت است که ما به ظاهر به دیگران میبخشیم، به ظاهر دیگران یک دارایی را به دست میآورند، ولی بیشتر از دیگران او دارایی و نعمت ها نصیب ما میشه، چه مادی چه معنوی. چه مادی که باز ممکنه برگرده، و اگر مادیش برنگرده مطمئنن به شکل معنوی وعده خداوندی است که برمیگرده. پس اولین مورد و اولین اثر اینه که خب ما داریم خودمان را محروم میکنیم. وقتی که شخص خسیسی باشیم، شخص بخیلی باشیم، دیگران محروم نمیشن، فقط بیشترین محرومیت از آن ماست. وقتی این نوع نگاه را داشته باشیم که بیشترین محرومیت مربوط به من میشه، خب بنابراین من هم انگیزه بیشتری خواهم داشت که این صفت را از خودم دور کنم. بله. بنابراین این اثر اول. اثر دوم اندوه دائمی است. شخص بخیل دچار اندوه و اضطراب هست. شخص بخیل همیشه به دنبال ایست که آنچه را که دارد ذخیره کنه. بله. خب همیشه به دنبال در ذکر و فکرش هست که من این را ذخیره کنم و بعد از اینکه این را ذخیره کردم، مبادا این مال را یا این اموال را به دیگران بدم تا ازش کم نشوه یک وقتی. کاملا درست. خونمی استرس و استرابی که خدای نکرده چی کنم که از این کم نشوه، و در حالی که مال دنیای رقم است که میاد و میره، و اینطور نیست که ما بتونیم که همیشه اون مال را نگه داریم. این استرس و اضطراب قطعا انسان را تخریب میکنه. کاملا درست است. داریم افرادی را که بودن به این شکل که اینقدر این جمع کردن مال و ذخیره مال در اونها افراطی شده که بعد از مرگ این افراد متوجه شدن که این شخص اموال بسیاری داشته ولی در بدترین وضع ممکن زندگی میکرده. متاسفانه. بله. در این وضعیت زندگی میکرده ولی ذخیره بسیاری از اموال دنیوی داشته. شد خیلی جاها خونده باشید و در خبرها گفته باشن
که به این شکل است. خب دکتر تبدیل به یک وسواس میشه کم کم، یعنی که انسان سعی میکنه که زیر ذخیره بکنه و مالش کم نشه، و مرور زمان به ویژه که یک مقدار سن انسان هم بالاتر شوه و استرس و نگرانیش بیشتر میشه از اینکه فردا شاید این مال به دستم نباشه، یک وسواس میشه سعی میکنه که تو جایی که جا داره اموال ذخیره کنه، و بعد این اتفاقی که شما فرمودید بسیار زیاد ممکنه که رخ بده، به ویژه در بین کسانی که سن و سال دارن. کاملا درست است، کاملا درست. و ما در روایتی از رسول خدا داریم که این اثر را ایشان می فرمایند که بخیل اندوهگین است. شخص بخیل شخصی است که اندوهگین است و آتش او را به دوزخ فرا می کشد. یعنی خب بالاخره سرانجامش هم مشخص است. و یا ما روایت هایی داریم که خب کسان که خیلی به دنبال ذخیره اموال هستند و فقط هم و غمشان ذخیره کردن است، این ذخیره اموال در اون دنیا تبدیل به ماری میشه که به دوششان هست و برایشان سختی میآفرینه نه آسانی. در صورتی که باید نگاه ما به اموال دنیاوی این باشه که ما از اینها استفاده کنیم، اینها مایه آسایش و آرامش ما باشه، نه اینکه باز اینها به دنبال، وقتی به دنبال اینها باشیم یک سختی را برای ما باز به دنبال داشته باشد. این اموال نباید که هدف باشن، باید که وسیله باشن. اموال هدف نباید باشه، هم و غم ما نباشه. این که خب به دست آوردن اموال ای که انسان به دست بیاره ناپسند نیست که در اسلام هم برش بسیار تاکید که مسلمان باید دنبال کسب روزی حلال باشه. کاملا درست. و ما باید به دنبال روزی حلال به دست آوردن مال باشیم. و خب روایت هایی هم داریم که خب چه بهتر از شخص وسعت بده در اموال خودش، این که باز هدف نباشه و مال رو بگیره برای ازش استفاده کنه برای رفع نیاز شخصی، برای رفع نیاز خانواده خودش، برای رفع نیاز حتی خودش، نه ای که ذخیره کردن اموال. این هم مقام ما نباید باشه و هدف هم نباید باشه. و یکی از اثرات بعدی که این صفت داره ایست که ما همیشه به ما میگن که مشورت بکنید، درسته؟ بله. ولی برای اون مشاور یک سری خصوصیات و صفتهایی برشمردن. یکی از این خصوصیات ایست که مشاور ما نباید شخصی بخیل باشه. شخص بخیل مورد مشورت قرار ندید. حضرت علی علیه السلام همین میفرماین که در مشورت خود شخص بخیل راه نده، چون او تو را از بخشندگی منع میکنه و تو را به سمت فقر میکشانه. بنابراین پیام روایت حضرت علی علیه السلام است که مشاور نباید شخصی بخیل باشه. باز علتش را هم ذکر میکنن که چرا نباید از شخص بخیل ما مشورت بگیریم. خب ممکن نگاه ما این باشه که خب او بخلش که برای خودش است. اما باید بدانیم که خب شخصی که بخیل هست وقتی که نگاهش یک نگاه بسیار محدودی است، بخل داشتن نگاه محدود داشتن است. بله. خب وقتی نگاهش اینقدر محدود باشه مطمئنا نمیتونه به ما یک مشورت وسیع بده و ما را در یک امر وسیع یاری کنه. بله درسته. خانم دکتر اگر اجازه بدن یک میان برنامه رو ببینیم و باز در خدمت شما خواهیم بود. بسیار تشکر. بینندگان محترم ما، شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 پل ارتباط است بین ما و شما عزیزان، و شما میتونید که همین الان هم از طریق واتساپ با همکار نظمه در ارتباط شوید و کدام سوال اگر که در مورد موضوعی برنامه دارید یا به صورت کلی اگر که کدام انتقاد یا پیشنهاد از برنامه خودتان، برنامه روشنا دارید، برای از ما روان بکنید. یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و بسیار زود هم برمیگردیم. سالها بود که زمین در حسرت باران حیات بخشی می سوز و درمان تشنگی سیاهی
و تیرگی خود را از آسمان آبی انتظار داشت. سالها بود که زمین به کویر خشک تعصبات و عقاید باطل و مرداب خرافات تبدیل شده بود که ناگاه در شبی فراموش نشدنی باران رحمت الهی شروع به باریدن کرد و زمین تشنه را سیراب ساخت و گلی زیبا به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در کویر حجاز شکوفا شد. تولد او عطر دلنگیز ایمان را به مشام مشتاقان رساند و چشمه های جوشان معرفت را در سینه ها جاری ساخت. آری با تولد او کویر جهل و تعصب به بوستان معرفت و تفکر تبدیل شد. آن پیام آور الهی در شهر مقدس مکه به دنیا آمد و جهان هستی را با وجود مبارک خود منور کرد. آسمان ها و زمین امشب نور باران است، بر لب عرشیان از شوق گل عشق و سرور جاری است. زمین گل باران و فضا سرشار از عطر مشک و عنبر است. شهر مکه میلاد آخرین سفیر الهی رسول حق و رحمت را انتظار می کشد، آن که نقش نگین انبیاست. ناگاه در این فضای پر از عطر و نور خداوند دست گلی را به آمنه عطا نمود و زمین و فلک غرق سرور و شادی گشت. یا محمد، تا نام تو برده می شود چراغ‌های صلوات در جان لحظه ها فروزان می شوند، تا فضیلتی از تو گفته می شود دلها از بوی گل محمدی زنده می شوند. یاد نوید بخش تو درهای صبح را به روی ما می گشاید. ایام به کام ای درخت نبوت، تو باغ صداقت، شاخه هایت پربار که امروز گل کرده ای به وجود زیباترین مولود هستی، مولود حرم، مولود آستانه عفت و ایمان. می خوانم به نام تمام زیبایی ها، درود خداوند بر تو باد. آنگاه که پیشانی ارادت بر خاک نهادی تا شکوه بندگی را به جای آوری، آنگاه که مادر را سلام گفتی و فرشتگان به تحسین جمال بیمثالت پرداختند، درود خداوند بر تو باد. آنگاه که زمین از نعمت حضورت در کائنات برخوردار شد و آسمان به میزبانی زمین قبطه خورد، آنگاه که خانه دوست آکنده از عطر عاشقانگی ها شد و نجوای نمازت دل از آسمان ربود، آنگاه که زبان به حمد و یگانگی خداوند گشودی و عطر توحید کوچه های مکه را فرا گرفت، درود خداوند بر تو باد. آنگاه که زخم های بیشمارت عشق را به تماشا فرا خواند و عاشقانگی از افسانه به حقیقت پیوست، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان و دوستان و محترمان بینندگان خوب فارسی زبان.
شما بیننده برنامه زنده و مستقیم روشن هستید. باز هم تبریک عرض میکنم خدمت شما عزیزان و دوستان، میلاد با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنان میلاد پربرکت امام جعفر صادق علیه السلام را در خدمت کاشنس محترم خانم دکتر خاوری بزرگوار هستیم با ادامه مبحث موانع بخشندگی. خانم دکتر در خدمت شما هستیم. یکی از اثرات بخل را می گفتیم که ما در آموزه ها و روایات خودمان داریم که به هیچ عنوان از شخص بخیل مشورت نگیرید. بله. یکی از وصیت های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام هم همیست که از شخص بخیل مشورت نگیر. این هم هست. بنابراین چرا ما نباید از شخص بخیل مشورت نگیریم؟ گفتیم که شخص بخیل نگاهش محدود است و خب کسی که به این شکل فکر میکنه، نگاهش هم به این شکل است، مشورت دهیش هم به این شکل خواهد بود. نمیشه که ما توقع داشته باشیم شخصی نگاه محدود داشته باشه ولی وقتی داره برای ما مشاوره میده و در حیطه عملی کاملا وسیع کاملا به قول ما شعری هم داریم، از کوزه برون تراوت هر آنچه که در روز. بله. خب کسی که نگاهش محدود هست مطمئنن عملش هم و مشوره دهیش هم محدود خواهد بود. و شاید خواهم دکتر یک تأثیر دیگه هم که داشته باشه است که یک نفر که بخیل باشه صرفا در مال و اموال مادی بخل نمیورزه، شاید در امون نصیحت کردن هم بخل ورزه، یک چیزی که به نظرش خوب میرسه امون را بیان نکنه به طرف مقابلش. کاملا درست. کاملا. کسی که همیشه نگاهش به دنبال ایست که من بادا من مالم بره به دیگران ببخشم یا دیگران بهره مند شون یا کم شوه، خب این فقط در حیطه مالی است، ممکنه در حیطه معنوی و بقیه امورات هم به این شکل باشه. بله. دیگران به موفقیتی نرسن، این موفقیت فقط از آن خود ما باشه. بنابراین پس ما به عنوان یک مشاور نمیتونیم شخص بخیل را انتخاب بکنیم. شخص بخیل مشاور خوبی نخواهد بود که چون نوع مشورت دهیش بر اساس بخلش هست. و یک عبارت دیگه هم که حضرت داشتن این بود که و تو را به سوی فقر میکشه. خب همونطور که خودش مراقب مال و اموال دنیوی هست، خب بر همون اساس هم مشاوره میده و ممکنه که شخص هم هم‌مقامش و مشاوره دهیش هم به سمت نگرانی اموال باشه، که نگران اموال خودش باشه. و یا چه بسا شخص بخواه که ببخشه، بخشندگی کنه، در بخشندگی بخواه مشاوره بگیره ولی شخص بخیل مانع شوه. بله. علاوه بر اینها با این که ما میگیم شخص بخیل، اثر سوم را میخواییم بگیم، با این که شخص بخیل هست اما بخشش هم داره. میدونید بخشش در کجاست؟ بخشش در آبرو. یعنی میخواییم بگیم که یکی از اثرات بد بخیل بودن ایست که باعث چی میشه؟ آبروی انسان از دستش میاره. کاملا درست است. بنابراین ما همیشه باید مراقب باشیم. ببخشید. که صفت بخل را نداشته باشیم. و خانم دکتر من فکر میکنم که بینندگان محترم یک وجهی که میگن که بخیل بودن باعث میشه که آبروی انسان از دستش بره و آبروی انسان بریزه ایست که خب قطعا دیگران نگاه مثبتی به بخل ندارند. افراد و انسانها ذاتا سخاوت را میپسندند، سخی بودن را دوست میدارند. وقتی یک نفر بخیل باشه او را دوست نمیدارند. اما یک قدم اول برای ریختن آبروی فرد است. و دومی که فردی که بخیل است سعی میکنه به هر وجهی شده، به هر طریق و شیوهی که شده اون مال و اموال خود حفظ بکنه. ممکنه این شیوه ها، این روش های حفظ مال یک شیوه هایی باشه که شیوه های درستی نباشه. ممکنه فرد از آبروی خودش گذر بکنه، خدای نکرده از خانواده خودش گذر بکنه، از
در مراحل بالاتر از ناموس خودش گذر بکنه، فقط به خاطر که نمو اموالش به دستش بمانه، چون او چیزی که در زندگی برش ارزشمند است همو اموال هست و هدف زندگیش هموست و دیگه جریانهای زندگیش را سعی میکنه که به سمت او هدف هدایت بکنه، از آبروی خودش میگذره، دیگه آبرو هم برش ارزش نخواهد داشت، حاضر از آبرو بگذره که این مال حفظ شود. کاملا درست است. حضرت علی علیه السلام هم در یک روایت میفرمایند که بخیل از آبروی خود میگذرد بیشتر از اون مالی که پیش خودش نگه میداره. ممکنه مال اندکی را در پیش خودش نگه داره ولی آبروی وسیعی را از خودش میبره و از دین خودش هم چندین برابر اون مالی که به دست آورده از دست میده و ضایع میکنه. بنابراین مشخصه ما کاملا در بین ما مسلمان ها و در جامعه ما کسی که خسیس باشه را بهش نصیحت میکنیم که آبرو ریزی نکن. این کاملا مشخصه در جاهای مختلف و مکانهای مختلف این میگیم، یعنی که میدانیم که صفت که صفت بخل است باعث بردن آبروی شخص میشه، در صورتی که ما گفتیم که اموال و پول و پیسه‌ای که داریم باید اینها آبروی ما رو بخرن. بله، ما باید بله. از اینا استفاده کنیم، اینا ابزار ما هستند، هدف ما که نیستند که ما به هر وسیله اینها رو نگه داریم و چیزهای دیگر از دست بتیم. بله. و چه معاملی بی ارزش خواهم دکتر که یک نفر به خاطر پول و پیسه، به خاطر مال دنیا آبروی خودش را یا دین خودش را در معرض خطر قرار بده. کاملا درست است. ویژگی پنجم یا اثر پنجم که برای بخل وجود داره پستی است. پستی به این عنوان که خب بقیه انسان ها از شخص بخیل رویگردانن، بنابراین شخص بخیل دچار یک خاری و یک ذلتی میشه که حضرت علی علیه السلام هم کاملا دقیقا همین فرمایش داره که بخل موجب پستی و ذلت میگردد. خب دیگران همیشه از انسان رویگردان باشه و هر جایی که بریم دیگران دوست نداشته باشن که با ما باشند، این موجب خاری انسان میشه. شعر هم هست که ای پسر هرگز مخور نان بخیل، کم نشین در عمر بر خوان بخیل، بر سفره بخیل نشین زیاد، نان ممسک جمله رنج است و انا، می شود نان سخی جمله زیا. یعنی نان شخص بخیل بر سر سفره نشستن شخص بخیل موجب رنج و عذاب برای ما میشه، اما شخص سخاوتمند و سخی هم سفره بودن باهش باعث سلامتی انسان میشه. بله بله. و ما در مراودات روزمره خودمون هم خواهم دکتر وقت نگاه میکنیم خوش نمیداریم که به خانه یک نفری که بخیل یا خسیس است بریم و وقتی که به سر دسترخانش میشینیم فکر میکنیم که آلی او در حال شمردن لقمه های ماست، بخیل امون نان برای انسان زهر میشه، ترجیح میده نمو را نخوره و در خانه خود انسان یک نان و پیاز بخوره در سر سفره فرد بخیل و خسیس نباشه. کاملا درسته. این صفت را ما بدی و ناپسندیش را بین محاورات و در جامعه کاملا میبینیم، اصلا دوست نداریم و در مشاوره ها میبینیم که گفته میشه که با کسی که میخواید دوستی کنید یک صفتش ایه که بخیل نباشه، با کسی که میخواید ازدواج بکنید حواستان باشه که بخیل نباشه، خسیس نباشه، و در جاهای مختلف و ارتباطات و مراوده های مختلف یکی از صفات صفت بخل هست که باید حواسمان باشه چون آثار مخربی داره. بله، چه در بله. ازدواج، چه در دوستی، چه در مشورت که حضرت فرمودند. بله. اما راه درمانش چیست؟ خب صفت بخل را فهمیدیم بد است، میدانیم که اثرات بسیار بدی داره. خب چه کنیم که از این صفت در امان باشیم و این صفت را از خودمان دور کنیم؟ بله خانم دکتر، در حد 4 دقیقه اگر که لطف بفرمایید، چون وقت برنامه بسیار کم است. این سوال را میبریم از آموزه هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما آورده، جوابش را از اونجا پیدا میکنیم.
حضرت می‌فرماید لازم است بخیل عطا کند و خسیس بذل و بخشش کند. این چی؟ یعنی بهترین راه در صفتی مثل صفت بخل ایست که ما مقابلش انجام بدیم، بخشش کنیم. خب اگر موردی برای من پیش بیایی که خب من نمیخوام بدم، اینجا برعکس عمل کنم، برعکس او خواسته نفسانی و او حالت درونی، چون گفتیم که بخیل بودن یک حالت درونی است، اینجا برعکس عمل بکنم. خب مالی رو که میخوام به شخص ندم، آنچه رو که شخص بهش نیاز داره، هر چیز دیگری هست، اگر نمیخوام بدم، اینجا یک لحظه با خودم فکر کنم و اینو بدم. و البته حواسمان باشه که این یک دفعه ایجاد نمیشه، به مرور زمان و تدریج و تدریج و آهسته. باید یک برنامه منظم برای خودم بریزم، ببینم که در چه جاهای نقطه ضعف من در خسیس بودن و اینکه نمیتونم به دیگران ببخشم کجا هست. در همین جاها برنامه بسیار آرام آرام و آهسته طبق فرمایش حضرت رسول، این برخلاف اون میل باطنی خودم که بخل داشتن و روان نداشتن به دیگری است، من این کار رو انجام ندم. جایی که میخوام ندم بدم اتفاقا. بله. قطعا یک فشار روانی هم برای انسان وارد میشه، ولی سعی کنیم که نمی فشار رو تحمل کنم. خان دکتر، در روانشناسی هم من بسیار شنیدم که مثلا میگن یک راه درمان فوبیا یا ترس شدید از یک چیز است که خود در معرض او ترس قرار بده. مثلا یک نفر از پرندگان میترسه، یک نفر از مثلا عنکبوت یا دیگه جانوران ممکن بترسه، میگه خود در معرضش قرار بده تا این ترس از تو گرفته شه. انسان بخیل ترس از بخشیدن اموالش داره، خود در معرض این ترس قرار بده تا این ترسش رفع شه. کاملا درست. یک برنامه عملی است و برنامه نگرشی یا اینکه ما نگاهمان رو باز اگر به جهان عوض بکنیم و بدانیم که خب کی به ما این نعمت را داده، همین اموال را کی به ما داده؟ خداوندی که قادر است، عالم است و خیرخواه است و به این شکل نیست که اگر به ما نعمتی داده بشه دیگه خداوند متعال دیگه اون نعمت رو به ما نده، همچنان که داده و میدهد و مثل انسان ها نیست که اون نعمت تمام شوه و نتوانه یا نخواهه به هر حال بده. بنابراین ما چنین خداوندی و چنین خالقی داریم که نعمت ها رو به این شکل میدهد. پس عالم است، میداند، تواناست و میتواند، خیرخواه است و میخواهد. خب بنابراین اگر نگاهمون رو هم به این سمت ببریم و اون فرمایش حضرت رسول رو هم انجام بدیم و رعایت بکنیم، انشاءالله که صفت بخل از ما از بین بره و انسان بخشندهی باشیم. و همطور که شما در قسمت قبل، در جلسه قبل فرمودین خانم دکتر، این مسئله توکل، همه که ما به خداوند مهربان با این ویژگی هایی که شما فرمودید ما توکل داشته باشیم و بدهیم بدون اینکه توقع داشته باشیم، چون توکل همین معناست که انسان یک کار رو انجام میده بدون اینکه توقعی نتیجه داشته باشه و دلش به این و پشتش به این گرم باشه که خداوند مهربان قطعا گم نمیکنه این نتیجه رو، یک جایی در این کائنات وجود داره و من اون نتیجه رو دریافت میکنم. این باز احساسی است که باعث میشه که انسان از بخل ورزیدن دوری کنه و بیشتر دست و دلش به سمت سخاوت و بخشیدن و جود و کرم بره. بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر بزرگوار و همچنان از شما بینندگان عزیز هم بسیار تشکر میکنم که بیننده برنامه خودتان بودید. شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 را عزیزان و بزرگواران فراموش نکنید. از طریق واتساپ با ما در ارتباط شد، همچنان از طریق فضاهای مجازی یوتیوب، آپارات، اینستاگرام و دیگه فضاهای مجازی هم شما میتونید که برنامه خودتان را دنبال بکنید. باز هم میلاد با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما عزیزان و دوستداران و پیروان ائمه اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم. در این لحظات بسیار زیبای اذان و نماز به وقت شهر زیبای کابل، عزیزان و بزرگواران ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. به امرای کارشناس محترم خانم دکتر خاوری از حضور شما مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلوات الله سلام الله، صلوات الله سلام الله.
عليك يا أجمل خلق الله.